بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مردم عزیز و بزرگوار کشورمون سلام عرض میکنم و تحییت و درودم رو نصار اونها میکنم میدونم که امسال در روزهای پایان سال مردم با مسائل و مشکلات جدیدی مواجه هستند که این مشکلات تقریبا میتونیم بگیم در دهه های اخیر در تاریخ کشور ما و بسیاری از کشورها بی سابقه بوده دیگه حالا این مسئله ویروس کرونا تقریبا میشه گفت اختصاصی به کشوری یا منطقه‌ای نداره و اکثر کشورهای جهان به این ویروس مبتلا شدند و همونطور که مردم عزیز ما میدونن در سبک زندگی مردم در اقتصاد مردم در رفت و آمد مردم در مشاغل بسیاری از فعالیت هایی که به نوعی به مسافرت مربوط میشه و به تردد مربوط میشه خب فشارهای فراوانی رو به اقتصاد جامعه وارد کرده و بنابراین این موضوع رو ما امروز باید جدی بگیریم یعنی اولین عرض من خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران این هست که این مسئله رو جدی بگیریم این ویروس رو به سادگی به این مسئله نگاه نکنیم این رو برای سلامت خودمون و خانوادهمون خطرناک در نظر بگیریم گرچه از لحاظ علمی و پزشکی میگن این ویروس خیلی خطرناکتر از ویروس های شبیه آنفولانزا نیست اما به دلیل مسئله واگیری سریع و شیوع این بیماری این بیماری جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده و به همین دلیل هم در همه کشورهای دنیا تاثیر گذاشته حالا اینکه ما در برابر این بیماری باید چه کار بکنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم تقریبا یک نسخه واحدی حدودا در همه دنیا به او رسیدن و بر اون تاکید میکنن یکی اینکه این زنجیره رو ما باید قطع کنیم این زنجیره شیوع به حال از یک نقطه از یک فرد شروع میشه وقتی این فرد میره تو یه جمعی اونها رو آلوده میکنه اون جمع وقتی میرن در جمع دیگر اونها دوچار مشکل میشن بنابراین یک زنجیره ای هست که از نقطه شروع میشه ممکنه از کل شهر یا مناطق شهری یا بین شهری و حتی بین کشورها بره و عبور بکنه پس اولین مسئله اینه که ما این زنجیره رو قطع کنیم چجوری زنجیره را قطع کنیم اولیش مسئله ضد عفونی است ممکنه این زنجیره آمده تا به بدن من تا به دست من اصابت کرده اگر من دست ها رو خوب بشورم و ضد عفونی بکنم حتی با صابون و آب همون جوری که توصیه شده من بشورم این زنجیره قطع میشه اینجا دیگه از دست من نمیره به فرد دومی تجاوز بکنه همه مقررات که راجب لباس راجب ماسک همه اینایی که گفتن این تأثیر گذار هست برای اینکه این, این زنجیره قطع بشه به هر حال مسئله دوم مسئله عدم جایی و تردده. این تردد وقتی ما میگیم به ذهن بعضیا میاد که یعنی از تهران اگر رفتیم به یک شهر دیگر معنیش تردده ولی اگر از شمال تهران رفتیم جنوب تهران بعد از جنوب رفتیم شرق از شرق رفتیم غرب این که اب نداره داخل تهرانیم وقتی ما میگیم تردد مزره و سفر مزره سفر درون شهری هم همون اثر رو داره فرق نمیکنه اینکه یک فردی در یک استانی از این شهر استان فکر میکنیم داخل استان یه جوره بیرون استان یه جوره میگیم این که خب سفر داخل استان استانه این آقا از مرکز استان رفته این شهرستان از شهرستان آمده مرکز استان این که استان خودشه اینا که همه با همن تفاوتی نمیکنه چه اینکه از استانی به استان دیگر سفر بکنند چه اینکه از داخل استان در درون استان بین شهرهای مختلف تردد کنند چه بین شهر و روستا تردد کنند چه در یک شهر بزرگ از بخشی به بخش دیگر تردد بکنن توصیه اینه حتی امکان باید تردد به حد اقل ممکن تقلیل پیدا بکنه حالا یه وقتی ضروریه یه وقتی کاری هست اگر هم ضروری هست اون وقت باید اون اصولی که به ما گفته میشه اون پروتکل هایی که به ما گفته میشه همه باید توجه کنیم همه باید مراعات بکنیم این بسیار برای اینکه این زنجیره رو بشکنیم اهمیت فراوان داره ما در آستانه تعطیلات نوروزی هستیم به طور طبیعی مردم کشور ما در ایام نوروز خب طبق تقویم رسمی ما هم آغاز ساله هم تعطیلات نوروزیه، آغاز بهار بعضیا پیشنهاد کردم به من هم نوشتن که دولت بیاد تعطیل نوروزی رو حذف کنه امسال این تعطیلات رو ببره در یک فصل دیگر در یک زمان دیگر که کرونا نیست به اعتقاد من این کار عملی نیست و شدنی نیست به هر حال ایام عید مردم یک اعتقاداتی دارن یک نکاتی دارن البته باید مراسم رو امسال به یک صورت خوبی مدیریت بکنن که تو اجتماعات نرن تو اماکن متبرک که معمولا مردم اعتقاد دارن و به حقم اعتقاد دارن ما زیارت هر امامی رو از راه دور هم میتونیم انجام بدیم و اگر اون خلوص و توجه باشه اون امام بزرگوار هم قبول میکنه و همون ثواب و همون اجر را شاید در این شرایط مخصوصا قبول بشه و جایگزین بشه و خب ما کلامی که با امام صحبت میکنیم فاصله زمان و مکان که تأثیری نداره اونا کلام ما رو میشنوند به کلام ما جواب میدن بنابراین همه باید مراعات بکنیم در ایام نوروزی نوروز رو نذاریم برای فرصت شیوع بیشتر این برای ما یک اصل باشه نوروز رو قرار بدیم برای پیروزی ما در برابر این ویروس و این پیروزی هم به همینه اگر ای میخوایم در ایام عید بدیم اگر رفت و آمدی میخوایم انجام بدیم میشه همه اینا رو غیابی انجام بدیم و حضوری نباشه با تلفن با فضای مجازی با هم حرف بزنیم تبریک بگیم اگر هم یه وقتی ما همدیگر رو میبینیم فاصله ها رو مراعات بکنیم اصول بهداشتی رو مراعات بکنیم بنابراین خیلی مهم این ایام عید برای شرایطی که ما میخوایم داشته باشیم من در اینجا اولش میخوام به مردم عزیزم بگم که بعضی ها فکر میکنند که در این مبارزه با کرونا یک وزارت خونه ما به نام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درگیره و گایی گله میکنن که آقا این باید کل کشور بیاد همه وزرا باید بیان همه مسئولین باید بیان من میخوام خدمت مردم عزیزمان عرض کنم که در این ستاد و در این همکاری تمام دولت درگیرن همه دولت تمام دولت دارن تا اولا بخشی از دولت داره تلاش میکنه برای اینکه زندگی عادی مردم بگذره زندگی عادی مردم یعنی چی یعنی برق باشه یعنی آب باشه یعنی گاز باشه یعنی بنزین باشه یعنی مسائل مالی و پولی در گردش باشه یعنی کالای اساسی باشه اینه تلاش ما اینه که زندگی مردم البته سخته با سختی توامه ولی تبدیل نشه به یک شرایط بحرانی بسیار سخت غیر قابل تحمل میخوام یک شرایطی باشه که مردم بتونن زندگی بکنن البته با مراعات همه اصول و سختی های ویژه‌ای که خودش داره و همه وزرای ما امروز درگیرن من خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که تمام وزرای اقتصادی ما درگیر این مثلا و تمام مسئولین از رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته برای اینکه تامین مالی کنه برای اینکه جایی اگر پولی لازمه بتونه این پول رو اختصاص بده از معاون اقتصادی رئیس جمهور که موظف است جلسات لازم اقتصادی رو در این زمینه مرتب برگزار کنه تا وزیر اقتصادمون تا رئیس بانک مرکزی ما همه درگیرن. برای تامین ریال برای تامین ارز برای اینکه ما چیزی بخریم کالاهایی که مورد نیاز فوری است برای زندگی مردم کالاهای اساسی اون که برای مردم لازم است از لحاظ بهداشتی و تمام بخش های تحقیقاتی و علمی ما درگیرند یعنی معاونت فناوری ریاست جمهوری وزارت علوم ما وزارت دفاع ما تمام بخش هایی که توان دارند بیان در این زمینه کار بکنن چیزایی که نیازه کیتی که مورد نیازه ماسکی که مورد نیازه ای که مورد نیازه راجع به ریشه یابی این ویروس نحوه مقابله با اون همه همه فعالن یک نفر نیست که در دولت ما اینجوری تبلیغ شده که مثلا رئیس جمهور مسئولیتی نداره وزیر کشور هم مسئولیتی نداره فقط بنده خدا وزیر بهداشت درمان گرفتار شده این همه بار به دوششه البته وزیر بهداشت درمان ما بار سنگینی بر و مخصوصا بر دوش همکاران عزیزش همه پزشکان پرستاران بیمارستان بیمارستان های مختلف مراکز درمانی مراکز بهداشتی اونا یک مسئولیت بسیار سنگینی رو امروز بر دوش دارن ما باز هم از اونا تشکر میکنیم سپاسگزاری میکنیم دست اونها رو میبوسیم از مقام معظم رهبری تشکر میکنیم که اونهایی که در این راه کادر درمانی ما اگر صدمه میبینند جان عزیز خودشون رو فدا میکنند به عنوان شهید خدمت محسوب بشن این سر جای خودش محفوظ اونا در خط مقدمند اما در این حال همه امروز نیروهای مسلح ما همه پای کارن سپاه ارتش بسیج همه پای کارن هر جا بیمارستان نیاز هست نیروهای مسلح ما گفتن ما ده هزار تخت برای نقاهتگاه آماده داریم هر جا بخواهید سه هزار و پونسد تخت درمانی ما آماده داریم هر کجا بخواهید و شروع کردن الان استاندارهای ما در تماسن شروع کردن و این کار آغاز شده وزارت صنعت معدن تجارت ما یک مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش او گذاشته شده و اون اینکه لوجستیک کار به عهده اوناست تأمین مواد به عهده اوناست اونا هم برای همطوری که مسئول برای همه کارخونه ها برای همه اقتصاد کشور برای چرخش اونها برای تولید کشور مسئولیت های سنگینی اونا دارن وزارت کشاورزی داره اما در این حال وزارت سم مسئولیت کامل داره برای اینکه هر چی که مورد نیاز وزارت بهداشت درمان میگه در این زمینه تهیه بکنه بیاره در اختیار قرار بده و همچنین چیزایی که برای زندگی عمومی مردم مورد نیاز همه دارن تلاش میکنن تمام شهرداری های ما من میخوام یه تشکر ویژه بکنم کاری که شهرداری های ما انجام میدن شهر رو نظافت میکنن ضد عفونی میکنن تمیز میکنن این یک بار سنگینی است بر دوش اونها و کمک بزرگی است برای شکست کرونا و بسیار مهمه دیروز بعضی از استاندارها که من باشون در تماس بودم یه نگرانی داشتند میگفتن مصرف آب بالا رفته ما ممکنه در هفته های آینده دچار مشکل شیم من دیروز از وزیر نیرو رسما سوال کردم و ایشون هم تا غروب پاسخی کتبی به من دادن خوشبختانه مردم ما هیچ نگرانی برای آب و برق در این ایام نباید داشته باشن هیچ نگرانی برای انرژی و سوخت نباید داشته باشن چه حالا گاز چه گازوئیل چه بنزین چه سایر نیازمندی ها همه اینها در تلاشن و این کار داره انجام میگیره تمام وظایفی که مربوط میشه به مسائل روابط خارجه ما وزیر امور خارجه ما مسئوله و این بار بر دوش تماس با کشورها حالا چه برای کمک هایی که میخوان در این زمینه انجام بدن چه همکاری هایی که در زمینه کرونا لازمه یا سایر امور و روابط دو کشور که مورد نیاز هست این بار سنگین رو اونا دارن انجام میدن یعنی وزارت خارجه ما با همه توان در این زمینه فعال هست بخش آموزشی ما گرچه این ایام تعطیل و حالا در آینده نزدیک اعلام خواهند کرد که از چه زمانی کلاسهاشون شروع به کار خواهد کرد ولی در همین ایامی که تعطیل همه توان خودشون رو به کار بردن که بتونن به حال مردم استفاده بکنند از طریق فضای مجازی از طریق صدا و سیما این کار رو انجام بدن وزارت کشور ما مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش داره ما طبق مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی که مربوط میشه به تاریخ 17 دوازده این جلسه در 17 دوازده تشکیل شد مصوبات بسیار مهمی رو ما داشتیم مقام معظم رهبری همه این مصوبات رو تایید کردن و یک پشتوانه بسیار قوی و خوبی برای همه ما هست در این مصوبه آمده که ستاد ملی هرچه تصویب میکنه همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و برای تمام ارکان کشور تمام دستگاه ها تمام نهادها اما از نیروهای مسلح غیر نیروهای مسلح نهادهای عمومی حتی در برخی از موارد ضروری برای بخش خصوصی لازم هست و همه لازم الاجرا اجراست و این قدرت بزرگی به ستاد داده شده خود من که اخیرا بعضی از دوستان ما نامه نوشتند بعضی از نمایندگان محترم مجلس دیگران که من ستاد رو به عهده داشته باشم دوستان بدونند حداقل هفته یک جلسه ستاد با ریاست و مدیریت خود من تشکیل میشه هفته ای که الان رو به پایان هست ما در شنبه جلسه گذاشته بودیم و هفته آینده هم باز ما جلسه داریم تو ایام تعطیلات عید هم ما باز جلسه خواهیم داشت خود من جلسات رو میگذارم هفته یه بار مشکلی اگر داشتم معاون اول من میگذاره و خود ستاد ملی به ریاست خود آقای دکتر نمکی هم به طور منظم حالا هفته هر چند بار لازم باشه جلساتش گذاشته میشه وزیر راه مسئولیت سنگینی بر دوش داره برای تردد جاده ای مخصوصاً تردد بین ایران و کشورهای همسایه برای تردد در پروازها قطار همه اینها که من باز هم بهشون تاکید میکنم که اپلیکیشن هایی که در این زمینه بوده فعال نیست من یک بار هم تلفنی بهشون گفتم یعنی قطار ما خالیه ولی تو فضای مجازی راه نمیده من نمیدونم اشکال از کجاست اشکال رو رفت بکنن چون تا دیروز هم باز این اشکال بوده قطار جا داره وقتی ولی شما میری تو برنامه میبینی که به شما راه نمیده هواپیما جا داره ولی وقتی میری تو برنامه جا نمیده تو فضای مجازی ببینید اشکال از کجاست اشکال رفع بکنید که مردم ترددهایی که دارن میخوان انجام بدن اونایی که ضروری هست اونایی که لازمه حالا اونایی که لازم نیست که ما خواهش شما اینه که اون ترددها انجام نگیره. من نکته دیگری میخوام خدمت مردم عزیز و بزرگوار ارز کنم و اون این که ما مطلع هستیم که برخی از اقشار جامعه ما در فشار اقتصادی قرار گرفتن خب مشاغلی بوده که اصلا بیشتر مشاغل شب عیدیه خیلی از فروشنده ها خیلی از بخش پوشاک ما خیلی از بخش های دیگر نیازمندی های منزل معمولا خب مردم تو شب عید یک نونوار میکردند در حد توان و امکاناتشون خب امسال یه مشکلاتی هست خود به خود البته این بد جبران میشه یعنی همینی که اول سال نخریده انشاءالله وقتی این کرونا رخت بربست و این مهمان ناخوانده بسیار بد خداحافظی کرد و رفت اون وقت مردم میرن ولی خب تو این مدت اینا دچار مشکل هستن اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته در این زمینه بانک مرکزی ما وزارت اقتصاد ما سازمان برنامه بود همه تلاش کردن معاونت اقتصادی که مسئولیت این جلسات رو به عهده داره من مصوبات رو دیدم و این مصوبات رو ما روز یک شنبه آینده با حضور مسئولین اتاقها و اصناف که اونها رو هم دعوت کردیم میان یه دور دیگه مرور میکنیم و هر امکانی در اختیار دولت باشه در این زمینه تلاش خواهد کرد حالا بحث اقساط بحث مالیات بحث دیگه هست حالا برخیش حل شده برخیش ممکنه باید حل بشه ما این رو دنبال خواهیم کرد و انشالله ادامه میدیم نکته دیگری که باید تو این زمینه تاکید بکنم من اینکه ما به شایعات در این زمینه و این روزها نباید توجه بکنیم این شایعات حالا گاهی وقتا تو فضای مجازی است گاهی وقتا به رسانه های داخلی امام سرایت میکنه به روزنامه امام سرایت میکنه گاهی وقتا میشه به صدا و سیمای ما من نمیدونم چجوری شده این یه دیوار حفاظتی باید اونجا بذارن برای یه ماسک چیزی بذرن به اونا مصابت میکنه یه گوینده خبری مثلا دلش تنگ میشه برای رئیس جمهور میگه من دو روز رئیس جمهور ندیدم خاله این خوب البته من تشکر میکنم از اینکه لطف دارن و محبت دارن نه همه سر کار خودشون هستن همه دارن تلاش میکنن بدون استثناء این تلاش داره انجام میگیره نذاریم شایعات روح مقاومت مردم رو دچار مشکل بکنه این کار رو نکنیم من یه بار دیگرم گفتم از کرونا خطرناکتر ترس هست وحشت هست استراب هست الان خودت با اینکه پزشکان میگنین ویروس خیلی خطرناکتر از مثلا یه آنفلانزا نیست شما اگه به کسی بگی آنفلانزا داری میگه خب باشه همچون با قدرت میگه خب باشه آنفلانزا داشته باشه همه به محض که بگی کرونا داری میگه کرونا جدی میگی هیچی نصف روحیه رفت همون اول بسم الله این سازمان بدن این های سفید اینایی که باید بجنگن اینایی که باید مبارزه کنن اینایی که باید با این ویروس مقابله کنن همه زیر پاشون شل میشه چون روحیه طرف میشکنه فکر میکنه کرونا مساوی هست با پایان زندگی نه بابا با ما با کرونا کرونا هست باید این رو شکست بدیم باید زندگی بکنیم باید اصول رو مراعات بکنیم اما در این حال نباید ترس و وحشت و نگرانی و استراب در میان مردم ایجاد بکنیم و این ترس و استراب متاسفانه برخی از افراد حالا گاهی وقتا افرادی هستن با نام و نشان هم هستن گاهی ممکنه با غرض هم نباشه به ای صحبت بکنن که مثلا یه دفعه میگن فلان استان اصلا نابود شد من صحبت میکنم با استاندار اون استان باش صحبت میکنم میگم آقا چقدر فوتی داشتی تو دیروز همه استانی که میگن خیلی وزش بده همه روزنامه تیت کردن میگه من دوازده نفر فوتی داشتم خب بله تو یک شرایطی ممکنه روزی ده تا دوازده تا پونزده تا از, از اون اگر ما دوازده تا فوتی داریم 120 نفر ترخیص میشن از بیمارستان و به سلامت از بیمارستان خارج میشن نمیخوام بگم این ویروس رو کوچک بپنداریم ولی بزرگ هم نکنیم بیش از اونی که واقعیت هست و باش زندگی کنیم به هر حال و بگذرانیم این دوران رو و من نکته آخرم با مردم بسیار عزیز و بزرگوار این هست که این مسئله مبارزه با کرونا دو بخش داره یا دو بال داره یک بالش همون اقداماتی است که وزارت بهداشت درمان میکنه همون اقداماتی است که دولت انجام میده بخش های مختلف دولت دارن تلاش میکنن یک بخشش هم به همکاری مردم مربوط میشه اگر مردم عزیز ما همکاری کامل نکنند ما دیرتر به نتیجه می رسیم همکاری بیشتر بکنید زودتر به امید به نتیجه میرسیم و این نکته رو هم من بگم چون امروز ما در دولت یک بحث بسیار مفصلی کرده ایم چون بعضی ها پیشنهاد میکنن میگن که راه این شهر ببندیم و یکی میگه راه اون شهر ببندیم یکی دیگه میگه دیگه میگه بین یک شهر بزرگ بین شمال و جنوبش ببندیم یکی میگه در شهر بزرگ بین شرق و غرب ببندیم کارایی که ما امروز کامل بحث کردیم یعنی از صبح تا همین دقایق پیش در دولت به طور کامل همه دوستان هم اظهار نظر کردن تقریبا میتونم بگم اتفاق نظر همه این هست که برخی از چیزایی که گفته میشه در اجرا مشکلات بیشتری رو میآفرینه ممکنه یه جایی رو حل کنه ولی چهار جای دیگه مشکل درست میکنه نکته که به ذهن ما آمده و البته این رو ستاد ملی اعلام خواهد کرد ممکنه بعضی از دروازه های شهرهای ما در خروجی افراد از لحاظ سلامت چک بشن و اگر مشکلی دارند اجازه ندن که راه رو ادامه بدن حالا یا اونها رو هدایت بکنن به یک مرکز درمانی یا اگر نشد یا نخواستن برگردن به همون مبدعشون به هر حال منتها این کار در ورودی ها انجام نخواهد شد نه اینکه یک کسی از خونه رو افتاده از تهران رفته هزار کیلومتر رفته بعد میخواد وارد اون شهر بشه بگم خب حالا میگم شما خب از اول در تهران این کار ما انجام بدیم در خروجی ها ما در زمانی که اعلام میشه هر روزی که ستاد ملی اعلام کرد ممکنه شنبه باشه ممکنه یک شنبه باشه هر روزی که اعلام کرد از اون روز در خروجی هایی که مشخص میکنه و مکان هایی که مشخص میکنه مردمی که میخوان خارج بشن اونجا تست میشن از لحاظ تبسنجی یا از هر شیوه ای که اونجا متخصصین هستن و حضور دارن و کمک میکنن و اونهایی که سالم هستن به راهشون ادامه میدن و ولی در این حال با همه حرفا باز هم ما تردد رو به حد اقل برسونیم هم در داخل شهر هم بین شهرها این رو به حد اقل ممکن برسونیم هرچه در خانه بمانیم امترین مکان ما خانه خودمون هست و اونجا ما میتونیم سلامت خودمون و اعضای خانوادهمون رو بیشتر حفظ کنیم مردم عزیز و بزرگوار کشورمون روزهای سختی رو پشت سر داریم میگذرونیم ولی از این روزها عبور خواهیم کرد به عنوان روزهای سختی که زمستان سردی که حتما بعدش بهار خواهد بود این دوران میگذره ما باز هم زندگی عادی رو خواهیم داشت بعد از این ایام باز هم کنار هم خواهیم بود باز هم سبک زندگیمون به گذشته برمیگرده باز هم شرایط پیش میاد به اماکن متبرکه خواهیم رفت و اونجا راز و نیاز با خداوند میکنیم انشاءالله خداوند پایان سال ما رو با قدرت و فضل و رحمتش رو با سلامتی توام کنه و آغاز سال ما رو سال بسیار مبارکی برای ملت عزیز ما قرار بده انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله